درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امروز 23 اسفند ماه 1399 مطابق با 13 مارس هستش و سال روز به صلاح یک روز جالبی هست که با همدیگه مرور خواهیم کرد. خب اگر که نگاه بکنین قیمت لحظه‌ای بیت کوین را مشاهده میکنین که 57529 دلار هر یک بیت کوین الان ارزش داره و این نمودار رشد بیت کوین در یک سال گذشته هست و جایی که میخوایم بریم و بهش بپردازیم دقیقا یک سال قبل 22 اسفند یک سال قبل هستش، یعنی اینجا. بله نگاه بکنید 13 مارس پارسال که در اون تاریخ اگر که دقت بکنید بیت کوین میاد و در کانال 3000 دلار قرار میگیره. اینها اینجا دقت کنید در کانال 3000 دلار هر یه بیت کوین الان قرار گرفته در یک سال قبل. الان چقدره؟ الان 57000 دلاره، یعنی از نظر دلاری حدوداً 20 برابر شده. و اما از نظر ریالی هم اگر که دقت بکنید من فکر میکنم که دلار پارسال قیمتش خب پایین تر از این بود که الان هست، یعنی 25 تومن در حال نبود. حالا دقیق یادم نیست پارسال این موقع دلار چقدر بود، ولی هر چقدر بود زیر 20 تومن بود. یعنی از نظر دلاری 20 برابر شده، از نظر ریالی هم رشدی داشته. یعنی میشه گفتش که بیت کوین توی این یک سال یکی از بازارهای بسیار خوب بوده برای رشد. و البته من یک پستی رو الان در پیج اینستاگرام قرار دادم، دوستان اگر که اون پست را دقت بکنن، تحت عنوان یک سال از پنجشنبه سیاه گذشت. سال گذشته در چنین روزی قیمت بیت کوین به 3775 دلار سقوط کرد و رسانه‌ها تیتر بیت کوین مرد را استفاده کردن. بیت کوین مرد و الان بیت کوین 57000 دلار. و از طرفی دوستان عزیز ببینید بورس را میای مقایسه میکنیم، الان دارن همین بحث آقا بورس هم دیگه جا نمیشه و نمیدونم اتفاقی براش نمیفته و فلان میشه و میبینید دیگه همین صحبت هایی که دیگه نمیخوام خیلی روش تاکید داشته باشم. ولی اگه دقیقا برگردیم به یک سال قبل، یعنی اینجا میشه دیگه 21 یک سال قبل نگاه بکنید، شاخص کل زیر 500 هزاره، زیر 500 هزاره، 480 و خورده ای 84 هزار اینجا هاست. و عرض هم خدمتتون که در هر حال هم بازار ارزهای دیجیتال و هم بازار بورس طی یک سال گذشته دو بازار سودآور و سودساز بودن. اگه در پریود یک ساله بیایم اینا رو نگاه بکنیم خب قطعا بیت کوین خیلی رشد بیشتری داشته، با این که خب دیدیم فقط خودش 20 برابر شده، غیر از اینکه دلار هم از قیمت زیر 20 تومن اومده به 24-5 تومن رسیده، یعنی تقریبا شاید 30-40 برابر شده باشه نسبت به پارسال قیمت یه دونه بیت کوینی که الان به ریال خریداری شده باشه. ولی در پریود زمانی کوتاه‌تر اگر در نظر بگیریم، یعنی اگر که ما اینو بیایم تا همون حدودای خرداد و تیر و موقع ها در نظر بگیریم اینجاها، یعنی قبل از اینکه بورس این ریزش را داشته باشه و بیاد پایین، یعنی دیگه قله کار اینجا بود دیگه، مرداد ماه قله بوده و حالا ما بگیریم آقا تا تیر ماه خرداد ماه که شاخص کل رسیده بود حدودای 2 میلیون در نظر بگیریم، اون موقع سهام 4 برابر شده بود تقریبا. ولی اگه بیایم روی بیت کوین نگاه بکنیم، یعنی توی
خرداد و تیر و موقع ها اگه شما بیای نگاه بکنید ببینید که بیت کوین یک روند ثابتی داشته، نسبت به بورس اونقدر پیشرفت نکرده بود. بیایم جلوتر ببینید 20 این الانه مارس، بعدش آپریل میشه معادل اردیبهشت، بیاد خرداد، می، ببین تودا 7000 البته دو برابر شده بود، بیت کوین دو برابر شده بود اون موقع، 7000 رسته بود دو برابر شده بود، بورس 4 برابر شده، یعنی توی اون پریود زمانی 3 ماهه بورس رشد بهتری نسبت به بازار ارزهای دیجیتال داشته، ولی توی پریود زمانی 1 ساله خب ارزهای دیجیتال یهویی از اینجا از اکتبر که حدودای مهر ماه میشه یه رشد خیلی خوب و شارپی را تجربه کردن و به همین حرکت دارن ادامه میدن. الان حدودن همجام داریم بالا 57922 شد، 57950 شد فکر کنم تا ما داریم صحبت کنیم به 58000 برسه این بیت کوینه. خب چیزی که من اینجا توی کپشن برای شما نوشتم دوستان عزیز اگه دقت بکنید، گفتم آقا ببینید هر دو تا بازار مالی سال گذشته خیلی پایین تر از این چیزی بودن که الان وجود داره، یعنی بیت کوین که خب 3000 دلار بوده الان 58000 دلار داره میشه، تقریبا 3000 خورده ای 3700 بوده و شاخص بورس هم که زیر 500000 بوده، حالا بگی 500000 بوده الان 1,200,000ه، یعنی تقریبا دو برابر و نیم شده. حالا من اصلا به نوسانگیری اینا کاری ندارم، یه نفری رو فرض بگیرید که سال گذشته مقداری پولش داده باشه سهام خریده باشه، مقداری پولش داده باشه ارز دیجیتال خریده باشه، قطعا ایشون الان بعد از یک سال سود خوبی داشته، توی بازار بیشتر توی بازار کمتر، ولی در هر دو بازار سود کرده. ولی اگر کسی رو در نظر بگیرین که الان 3 ماهه 4 ماهه 5 ماهه اینها، خب اینقدر سود نکردن و حتی جایی ضرر هم شاید کرده باشن. حالا فرضاً خیلی ها شاید اومده باشن توی ماه فوریه، یعنی یک ماه پیش خرید کرده باشن که بیت کوین روی 58000 بود، بعد ببینید اومد پایین حتی تا 44000 هم رسید، مجدداً الان اومده تا 58000، شاید مجدد بیاد پایین. در هر حال بازارهای مالی حالشون اینه. بعد اینجا نوشتم در کوتاه مدت شاید بشه ازشون سود گرفت، ولی همیشه اینجوری نیست، همیشه شما نمیتونید روی کوتاه مدت حساب بکنید. الان کسانی که ماه پیش اومده باشن، دقیقاً یک ماه قبل اومده باشن بیت کوین خریده باشن به 58000 دلار، حالا با 1000 تا قلب درد مجددا رسیدن به همون ماه قبل، این سودی هنوز نکردم و الان از هولشون سریع میخوان بفروشن. چرا؟ چون بیت کوین اومد رسید به 44000. الان طرف میگه آقا بذار بفروشم که مجددا یه وقت نیاد روی 40000. اگه اومد 40000 میام میخرم. و خب افرادی که توی مرداد ماه توی تیر ماه وارد بورس شدن هم دقیقاً همین حالت براشون پیش اومده. چون اون موقع شاخص 2 میلیون بوده الان رسیده به 1,200,000. الان هزاران شکایت دارن میکنن اگه شاخص بیاد به 2,000,000 برسه آقا سریعا بفروشیم تا دوباره بیاد پایین بگیریم، ولی احتمال داره دیگه پایین نیاد، اینم احتمال داره دیگه پایین نیاد و روندش سعودی باشه، مثلا بره تا 70,000 بعدا اصلاح بخوره. حالا اصلا بحث این نیست، بحث اینه که ببینید شما اولا پولتون را توی یک بازار مالی نباید شخ ببرید و باید تو سبدهای مختلف بازاری مالی سرمایه گذاری کنیم، ملک، طلا، ارزهای دیجیتال، سهام، اینها بازارهای مالی خوب و بکری هستن که شما میتونید توی اونها سرمایه گذاری کنید. و توصیه هستش که خب همیشه با فکر، با تحقیق، چون الان دوستی چند وقت پیش برام نوشته بود من مقداری پول دارم آیا برم بیت کوین بخرم، هیچ سررشته‌ای هم ازش ندارم، گفتم نه هر کی میخره شما نخر چون هیچ سررشته‌ای نداری، اول بیا برو اطلاعات راجعش کسب بکن، ببین اصلا این بازار چیه، باب میلت هست باب میلت نیست، درسته برای سرمایه گذاریه ولی بایستی قواعد و شرایطش رو دقیقا بدونی. دقیقا همین قضیه برای بورس هم صادقه، برای ملک هم صادقه، برای هر بازاری صدق میکنه.
ابتدای کار شما بس بیاد بری اطلاعات کافی راجع بازار کسب بکنی و بعداً در موقعیت مناسب که برای سرمایه گذاری میبینید مناسب هستش ورود کنید. الان شد 59,000 دوستان، 59,000 رکورد رو زد تو همین چند دقیقه که ماشین گفتیم شاید برسه به 58,000. ببینید صحبت ما رو گفتیم شاید برسه به 58,000، رسید به 59,000 تو همین، و الان رکورد بیت کوین شکسته شد. با همین چند ثانیه که من داشتم با شما صحبت میکردم. در هر حال دوستان، اگر میخواین سرمایه گذاری بکنید، هیچ وقت تخم مرغات رو توی سبد نگذار، توی سبدهای مختلف. پولی که داری برای سرمایه میاری رو مواظب باش چه نوع پولیه. پولی که میخوای برای رهن خونت بدی و برای اجاره خونه بدی و نمیدونم الان نیاز داریم برای درمان و برای نمیدونم اتفاقات دیگه و اینا، خب هیچ وقت وارد بازار سرمایه نبس بکنی. فرق نمیکنه بازار سرمایه همه این چند بازاری بود که خدمتتون گفتم، فقط بورس و ارز دیجیتال نیست، طلا و ملک هم همینه. بالاخره اونام شرایط خودش را داره، اونام اتفاقات خودش توش رقم میخوره. راجع هر بازاری شما بس اطلاعات کافی، راه‌های مثلا میشه ازش سوء استفاده کرد، ازش کلاهبرداری که هر چیز اینا رو بدونی. نکته بعدی اینه که پول اضافی و پول سرمایه گذاری رو همیشه وارد بکنی. اگر هم میخوای بازاری رو به بازار دیگه تبدیل بکنی، در حال بایستی با فکر باشه و دقیق و درست حساب شده. فرضاً یه نفر خونه‌ای که داره توش زندگی میکنه، غیر از اینکه سرمایهش هست، محل زندگیش هم هست. نمیتونه بگه این سرمایه من، نه، شما داری از این استفاده زندگی میکنی. این درست است که شما اونجا که داری زندگی میکنی رو بفروشی و بعد بیاری توی بازار سرمایه، مثلا بیاری توی بیت کوین و بعداً استرس به خودت وارد بکنی هر روز که آها اونجا که منشم زندگی میکردم الان اگر بیت کوین مثلا به جای 59,000 دلار الان بیاد بشه مثلا 20,000 دلار، من چی کار باید بکنم؟ پولم شده 1/3. همین اتفاق بوده که برای بورس افتاد و خیلی ها با مشکل مواجه شدن، با چالش مواجه شدن. دقیقا همین بوده، به خاطر اینکه اینا پولایی برداشتن اووردن در بازار بورس که داشتن ازش استفاده های روزمره، استفاده های زندگی، ماشین زیر پاش که تازه داشته باش کارم میکرده فروخته اوورده توی بورس، خونش که داشته زندگی میکرده برشته اوورده. ببینید سرمایه یه چیزی باید باشه که شما اگه یک سال دو سالم قرار شد که بهش بلند مدت فکر بکنید و کاری باش نداشته باشید، این اتفاق بیفته مشکلی براتون پیش نیاد. این رو از این نظر دارم میگم که خب بالاخره دوستان ببینن این بازار ارز دیجیتالی که الان میگی خوبه، خوبه، هر روز همه دارید میرید و میگید آقا اگه ما اومده بودیم به جای بورس در ارزهای دیجیتال، اگه مثلا فلان شده بود این بهتر بود، چرا ما اومدیم؟ این بازاری که دقیقا یک سال پیش همین موقع همه رسانه ها تیت زده بودن، رسانه های خارجی یا داخلی، بین المللی منظورمه، که آقا بیت کوین مرد، این بازار اون بازاره، با الان اینجوریه، سال دیگه 23 اسفند 1300 که دیگه نیست 1400. دوست دارم بدونم که وقتی که میشینی فکر میکنی الان این بازارهایی که توی سرمایه گذاری کردی چه وضعیتی دارن، شاخص بورس اون موقع کجاست، بیت کوین اون موقع کجاست، بقیه ارزهای دیجیتال اون موقع کجاست. تازه دوستان ما ارزهای دیجیتال داشتیم که اصلا غیر قابل باور بالا اومدن، مثلا الان این بیت کوین مثلا 20 برابر شده، مثلا اون ارز دیجیتال 1000 برابر شده. یعنی اونا رو الان من حساب نمیکنم، اونا رو الان بهتون نمیگم. البته تو بورس هم داشتیم سهامی داشتیم که مثلا الان 2 برابر و نیم نشده، مثلا 15 برابر شده، 10 برابر شده، اینا بوده در بورس اتفاق افتاده. حالا بالاخره درسته که تو این چند ماه یه ذره اوضاع آشفته شده و خب راکت شده، قیمت اومده پایین، ولی خب توی مقطع زمانی خیلی هم خوب تونسته رشد کنه. و این حال بازارهای مالیه، بازارهای مالی ما همیشه این حال رو باید درک کنیم. در حال امروز بازار بورس هم کار خودش رو با قدرت بیشتری نسبت به چند روز اخیر شروع کرد و خب میبینین ساعت 9:30 صبح نقشه بورس رو مشاهده میکنید که الانه خب یه تعدادی از سهام‌های پالایشی وضعیت خوبی داشتن و برکت که دیگه تقریبا داره میشه سوپر استار بورس، برکت تبدیل شده به سوپر استار
اینجا هم تو بخش پایانی نگاه میکنید حدوداً 6% مثبت خورد امروز برکت و با حجم بالایی هم مجددا امروز معاملاتش روش توش صورت گرفت. دقت کنید تو روزایی که الان خیلی سهام راکت هستن و در صفحه فروش خابیدن، برکت چند تا 6% خورده اومده تو این مدت بالا. درسته یکی دو تا منفی هم داشتیم، نمیگم همش هم مثبت بوده، ولی خب برایند رو که حساب بکنی در فقط فکر میکنم توی اسفند ماه یه حدود 30-40% برکت اومده بالا. اگه یادتون باشه ما برکت رو اون زمانی که بحث واکسن کرونا پیش اومد و واکسن کرونا رو رونمایی کردن توی برکت، من گفتم به دوستان، گفتم اصلا هیچ کار تکنیکالی روی این قضیه ندارم و هیچ نموداری روش نگاه نمی کنم، فقط و فقط میگم بخرید به خاطر بحث بنیادی. و خب برای تمام مشترکین هم خدا رو شکر اغلبشون که پول داشتن یا شد تبدیل بکنین، ما خرید کردیم تو هر قیمتی که بود. خب برای خیلی ها از اینجا خرید کردیم، از مثلا 2400-500 تا 1800-900 هم ما خرید داشتیم و خب الان رسیده به 3400. یک روند صعودی فوق العاده خوبی را روی برکت میبینیم روی نمودارش. البته باز هم من اعتقاد دارم که برکت رو اصلا نباید به نمودار نگاه بکنیم، با خاطر اینکه بحث واکسن کرونا اگر اتفاق بیفته موفقیتش، خب خدا رو شکر تا الان موفق بوده واکسن ایرانی، اگه بتونه بین المللی شه که دیگه به شما بگم این برکته میره مثلا هر سهمش رو 10-20 هزار تومن. یعنی اگه واکسن اینقدر خوب جواب بده که بتونیم صادرات واکسن انشاءالله داشته باشیم، با خاطر اینکه واقعا ما خوشحال میشیم از پیشرفت کشورمون. اصلا کاری من به بورس هم ندارم، ما فرض کنین اصلا ما یه سهام هم از این نداشته باشیم، در حال اگر که پیشرفت کشور رو ببینیم که میاد در برابر قدرت‌های بزرگ در کنار اونا قرار میگیره. مثلا الان نگاه کنیم فایزر خب چقدر سهام خوبی هستش و بالاخره تونسته رشد بکنه، برکت هم بیاد در کنار اون قرار بگیره، واقعا میبینیم که خیلی جای کار داره. حالا روی منحنی بالاخره بالا پایین داره، ولی با یه دیدگاه برکته مثلا جزء ایناست که الان بس 23 اسفند 1400 در نظر بگیریم که الان امروز داریم صحبتشو میکنیم آقا 3000 تومنه مثلا 20 اون موقع چقدر میشه روی این قضیه. تو خب حالا احتمال داره که بازم رو 3400 بیاد، مثلا پایین‌تر هم بیاد، 3 تومن هم بیاد، حتی 2700 بیاد و دوباره بره بالا. این چیز طبیعی هستش، ولی خب ما اصلا سعی میکنیم که این رو از دست ندیم، به خاطر اینکه واقعا هم ورود بهش سخت است. اون موقعی که میشد بهش ورود کرد همه فرصت‌های ورود بود که بارها هم اینجا گفتم توی برنامه، روزایی که داشت میومد پایین گفتم آقا فعلا فقط فرصت ورود داره، میده این برکت و بتونین استفاده های لازم رو ازش ببرید. الان هم میبینه که خب این قضیه، حالا درسته این شاید یه نفر بگه آقا اینا هم سبزه، اینا سبزه، ولی خب اینا میان بالا میان پایین، این الان سبزیش مدلش فرق میکنه. فرآوردهای نفتی خب امروز تقریبا صعود خوبی داشتن، فلزات اساسی خوب بودن و توکا امروز آخر کار الگو ساعت زد و اومد بالا. فولاد که خب لیدر هستش توی این بازار هم امروز مثبت بود، یه جایی خب مثبتش بیشتر شد کمتر شد. فملی فخوز رو میبینیم مثبت بود. پتروشیمی ها امروز وضعیت خوبی داشتن، الان خیلی از پتروشیمی ها نگاه بکنیم که امروز سبز شدن، سبز پوش شدن. بانک ها امروز تونستن چند تا از بانک های اصلی ما مثل بانک صادرات و ملت تجارت که خب بحث دارایی کم هستش مثبت بودن، دارایی کم پالایش کم امروز روز خوبی را داشتن، ولی متاسفانه هنوز سهام های کوچک را نیافتادن. شاخص کل امروز رشد بسیار خوبی را داشت، حدود 2% امروز شاخص کل رشد کرد و الگوی خیلی خوبی زد، ولی کل هموز ببینید که 0.3% و شاخص فرابورس 0.7، کل صنعت هم که 2% که باز نشون میده که شاخص سازها بود که فقط امروز تونستن یک حرکت خوبی را داشته باشن و 22000 واحد ما شاهد رشد بورس بودیم. اگر که نگاه بکنید این الان نقشه پایانی است که خب هنوز تعداد سبز ها نسبت به قرمز ها خیلی کمه،
و توی صفحه خرید و فروش هم که نگاه بکنیم، حالا درست امروز یه ذره صفحه خرید بیشتر شد و یه ذره هم صفحه فروش کمتر شد، ولی خیلی محدود. یعنی الان ما هر روز صفحه خریدی ها حدود مثلا 30 تا بودن، امروز شدن حدود 50 تا صفحه خرید داشتیم که حالا لیستش هم براتون میذاریم توی کانال تلگرام. و از اون طرف صفحه فروشی هامون هم که خب هر روز توی چند روز گذشته بودن 400 خورده بودن، امروز دوباره اومدن به 380 رسیدن. 20 تا به صفحه خریدی هامون اضافه شده، 20 تا از صفحه فروشی کم شده که در نسبت خیلی کمه. در آستانه صفحه خریدم 3 تا سهم داشتیم امروز، بالانس، های ویب و تماوند، و عرض کنم خدمتتون که خیلی کمه. یعنی ما هنوز انتظار و توقعمون خیلی بیشتر از این قضیه هستش، ولی نکته حائز اهمیتی هستش که مجددا شاخص کل قیمت داره به ابر کموی ما نزدیک میشه. این یک نکته خوبه و انشاءالله اگر این بار بتونه با قدرت ابر کموی رو رد کنه و بیاد بالای ابر، من فکر میکنم که ادامه راه ادامه پرقدرتی خواهد بود. البته نیاز داریم که این شاخص کل هموزن هم یه تکونی بخوره، که این هم میبینید که همینجور حالت کما رفته همینجور مونده. من چند وقتی هستش که هم ثابت شده، از وقتی که مخصوص از وقتی که دامنه نوسان به 2% کاهش پیدا کرده، خب این 300 خورده سهمی که میبینید در صفحه فروشن همینجور موندن صفحه فروش. ولی دوستان اینو توجه داشته باشید حتما که اگر شاخص کل مدت زمانه طولانی تری را، یعنی حداقل یک دو هفته با همین روند و با همین فرمون بیاد بالا و ابر کمون رو رد بکنه، قطعا شاخص کل هموزن هم راه میفته. اون موقع هستش که بورس مجددا موتورش میتونه روشن بشه. این دیگه برمیگرده به اون درایت مسئولین، مدیریتی که بتونه این قضیه رو درست کنترل بکنه و واقعا بتونن از پس این کار بر بیان که این اعتماده برگرده. هنوز اعتماد بر نگشته، چیزی که امروز شاهدش هستیم و میبینیم که شاخصی مقداری مثبت شده و 22,000 واحد اومده بالا. من فکر میکنم که بیشتر کار حقوقی هاست، یعنی حقوقی ها فعلا تمرکز کردن روی تعدادی از سهمای شاخص ساز و دارن پول هایی که دارن رو اونجا وارد میکنن. میبینید امروز حقیقی ها 240 میلیارد تومان رو از بازار خارج کردن. در حال مبلغ پولی که امروز حقیقی ها خارج کردن کمتر شده نسبت به روزهای قبل که 500 میلیارد و 700 میلیارد 800 میلیارد خارج میکردن، این کمتر شده. زمانی بورس را میفته که این حقیقی ها بتونن پول را به بازار وارد کنن و از فروش سهامشون هم به نوعی پرهیز بکنن. انشاءالله موقع هستش که مجددا میبینیم که شاهد حرکت بورس خواهیم شد، خواهیم بود. نهادهای برکت، اپال، شپنا، خودرو، خساپا، شستا، فولاد، که زغال به پیوند، شارون و سپهر، آریا، زوب و به گیلان در پرتراکنش های بورس و فرابورس امروز 23 اسفند قرار داشتن. تا ما همیشه انتظارمونی هستش که ابتدای سال رشد خوبی را در بورس شاهد باشیم. سالهای گذشته که اینجوری بوده، امیدوارم امسال هم اینجوری بشه. البته امسال شرایط رو گفتیم یه مقدار با سالهای گذشته متفاوته. ما امسال انبوه سهامدار داریم که اغلب هم بی تجربه و کم تجربه هستن، اغلب دل سرد هستن، بی اعتماد هستن و اغلبشون فکر میکنن که بورس فقط باید صعود باشه. هیچ وقت به این نمودارهای بازارهای مالی توجه نمیکنن که آقا بازارهای مالی یهو مثلا پا میگیره میره بالا و حالا در هر بازاری این اتفاق احتمال داشته که بیفته. خیلی هم رفتن یه زمانی بیت کوین رو 20,000 دلار خریدن بعد شد 3,000. در هر حال خاصیت بازارهای مالی دوستان، خاصیت اینجوریه و خب امسال این افراد داده. در حال 400 پرونده تخلف دستکاری در بورس به قوه قضاییه ارسال شده و احتمال افزایش شکایت‌ها به 2,000 پرونده هم وجود داره. حالا در حال اینا نمادهایی هستش یا افرادی هستن که به نوعی حالا دستکاری کردن در قیمت‌های بورس، که حالا اینو نمی‌دونم منظور چی هست. تمایل به رمزارزها برای جبران ضرر در بورس. رئیس کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس
با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها برای جبران ناکامی‌هاشون در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد. خب در حالی بحثی هستش که چند وقتی ادامه داره و حالا ایشون میگه خلأ قانونی تو این قضیه وجود داره که الان همه سردرگم هستن. آخه رمزارزها یه چیز قانونیه در ایران یا یه چیز ممنوعی هستش؟ هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت رمزارزها تا حالا ما در کشور نداشتیم، سوای این که در دوران تحریم تنها چیزی که تونسته ما رو نجات بده همین رمزارزها بودن. حالا کاری به استخراجشون ندارم که در ایران استخراج شدن، در حال عاملی بودن برای بازرگانان و تجار ما که بتونن تحریم ها رو دور بزنن، به خاطر اینکه رمزارزها قابل پیگیری توسط دولت ها و یا اون سیستم تحریمی آمریکا نیستن، نمیتونه روشون نظارت داشته باشه. فرض کنی الان یه دونه وارد کننده ما یا یه صادر کننده ما الان یه صادراتی رو انجام میده به یه کشوری، پولش اگه بخواد از طریق حالا دلار بگیره یا بانکای عامل بگیره که همه تحریم هستند و به پولش نمیرسه، اینا میتونه بیت کوین بگیره، اینا میتونه تتر بگیره، میتونه ارز دیجیتال خاصی رو از اون کسی که جنس رو داره بهش تحویل میده از اون بگیره و جنس رو بهش بده. و برعکسش هم هست، اگه بخواد پول رو ببره اونجا حساب خریدی بکنه، میتونه با بیت کوین بره تو اون کشور تبدیل بکنه، خریدشو بکنه و کالا رو برداره بیاره. خب این خیلی موثر بوده توی بحث تحریم‌های ما. حالا این چیزی که موثر خوب بوده را آیا بخوایم تحریمش بکنیم؟ بعد یه بازار بین‌المللیه. الان اگه با مردم ایران هستن که باعث شدن که این قیمت ارسلام خدمتتون بیت کوین الان برسه به 59680 دلار. دوستان فکر کنم تا این برنامه ما تموم شه این 60000 تا رو بزنه امروز. الان لحظه ایش رسید به 59716 دلار. خب این یه چیز بین المللیه، ربط به ایران نداره که، کل دنیا باعث شده که این قضیه به اینجا برسه و امیدوارم در حال درست با این قضیه برخورد بشه. البته خب قانونمندی رو موافق هستیم، ولی اینکه بخوان بیان یه بازار بین المللی رو به روی 80 میلیون مردم ببندند، این فکر میکنم چیز جالبی باشه. از طرفی هم اینکه همه مردم زندگیشون رو بردارن برن بذارن اونجا هم جالب نیست. همیشه باید تعادل رو حفظ کرد و در هر کاری متعادل بود. برها اونم یه بازار مالیه با مشخصه های خودش و احتمال داره که بالاخره با ضرر هم مواجه بشه، چون اصل پذیرفته شده در ورود به هر بازار مالی سود و زیانه. اگه فقط سود میخوای، سود بانکی 10-12% باید بری بگیری. در حال هر بازار مالی که میری سود و زیان با هم بره. این اصل و اصل همیشه در نظر داشته باشی. چه بر سر شرکت قدیمی بورسی در سال 99 آمد که وب ملی را بررسی کرده که نمونه بارز فرصت سوزی در روزهای طلایی بورس هستش. این شرکتی که بورس صنعتی ملی در سال 1348 تحت عنوان هلدینگ کفش ملی شروع به کار کرده، 1354 سهامی عام شده و ارزش هم خدمت در سال 56 در تابلوی بورس درج شده، عرضه عمومیش هم در سال 74. ببینید سابقه خیلی بزرگ و خیلی خوبی داره. پیشینه معاملاتی تا قبل سال 98ش رو نگاه میکنیم که از سال 1383 تا انتهای سال 97 صعود و نزول های مختلف تجربه کرده و از قیمت 400 ریال تا حوالی 17000 ریال رسیده، یعنی از 40 تومن تقریبا به 1700 تومن توی این تقریبا میشه گفتش 13-14 سال رسیده. از اواخر خرداد 88 هم عرض کنم خدمتتون که از قیمت 900 ریال شروع کرده. حالا این هم نموداراش ها که میبینید که همیشه سعودی بوده. در سال 98 هم که پایانی متعادل را براش رقم خورده و عرض کنم در فروردین 98 از 1500 تومن آغاز به کار کرده و تا 12 مرداد 98 به 8000 تومن رسیده، یعنی تقریبا میشه گفتش یک صعود خیلی خوب را
بین فروردین تا مرداد 98 داشته، ولی حجم معاملاتش کم بوده توی این مدت و ارسان خدمتون که بعدش تا آذر به 5600 تومن رسیده، از انتهای آذر تا پایان سال 98 در محدوده 7000 تا 9500 تومن تونسته نوسان داشته باشه و خب 1171 درصد رشد کرده در سال 98. در سال 99 نوشته پرنوسان و قفل در صفوف شده. حالا چه زمانی که در صف خرید قفل بوده، چه زمانی که در صف فروش قفل شده، همین نماد و ملی از 8500 تومان کار خودش رو شروع کرده تا 12 مرداد روند سعودی را این سهم داشته. و عرض کنم خدمتتون که به 30000 تومان هم رسیده مجدداً در دو روز به 38000 تومان هم تو آذر ماه امسال. اینجا نوشته که 8 و 10 آذر تا 38000 تومان هم رسیده اما تداوم نداشته و بعداً روند نزولی شروع شده برای این سهم که خب الان هم در صف فروش قفل است. اغلب سهام همچین حالتی رو داشتن، ولی خب و ملی مثل این که خیلی توی مدت پرنوسان بوده و خوب رفته بالا، الان هم که تو صف فروش قفل. امیدواریم که این سهم برگرده اینجا. در حال این مقاله اومده و بحث قدیمی های بورس هم مطرح کرده که حتی قدیمی های بورس هم الان تو این روزها با این مسائل مشکلاتی که الان میبینید دست و پنجه دارن نرم میکنن. جدال بر سر بدیهیات بورس. خب اینم عنوانش جالب بود آوردم. تماجو اصلا کلن چیزایی که بدیهی هستش را فعلا سرش دارن دعوا میکنن و به جای درست کردن قوانین و درست کردن یه چیزایی که واقعا بایستی اتفاقاتی که بیفته فعلا بیشتر سیاسی شده و سر این قضیه دارن استفاده میکنن. استفاده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات بازار سرمایه. حالا اینم خوبه که از این بعد هوش مصنوعی هم بیاد وسط و بالاخره بتونن جلوی تخلفات رو بگیرن. یعنی همه اینا نشون دهنده این هستش که بالاخره یک بحثایی داره مطرح میشه. حالا انشالله به نتیجه برس. خب امروز نمادهای بالانس، شقدیر، شکربن، تایرا و توکا، فنوال، شبهرن و ونفت نمادهایی بودن که الگوی ساعت داشتن. و اما دلار خیلی تفاوتی نکرده، 24179 در کانال خودش مونده، تغییراتی رو در دلار نمیبینیم. و سکه را یه نگاهی بندازیم. سکه امروز 2.5% اومده بالا و تقریبا 250000 تومان به قیمت هر سکه افزوده شده. 10,500,000 بود اگه یادتون باشه آخرین قیمتایی که هفته پیش داشتیم، الان به 10,700,000 رسیده. و اما بیت کوین که الان این صفحه رو من 2 ساعت پیش دوستان زدم و ببینیم که الان به کجا رسید. رفرش باید بکنیم. الان به 59,500 دلار رسیده. یک رفرش بزنیم اینا درست میشه. بیت کوین الان 57,000 دلاری بود یه بوده 2 ساعت پیش که من یک ساعت بود فکر میکنم قبل از اینکه برنامه شروع بکنم یه بار رفرش کردم صفحه رو. یک بار دیگه رفرش بکنیم تا ببینیم قیمت های ریالی بیت کوین چه اتفاقی براش افتاده. حالا هم مثل اینکه اینترنت خیلی یاری نمیکنه با ما. این در ارتباط با اینترنت هم صحبتی بکنیم. قرار شده که اینترنت را گویه گرونش بکنه. بله ببینید الان رسید به 59,333 دلار. 1,489,000
هر یک بیت کوین هستش. اتریوم 45 میلیون رسیده الان. بیت کوین کش حدود 14 میلیون هست. هر دش 5 میلیون و 700 هزار تومان. تتر 25 هزار تومان. ترون 1290. و بایننس کوین 6 میلیون و 900 هزار تومان. البته دیروز به 7 میلیون و 600 هزار هم رسید که خب موقع فروش بود و عرض کنم خدمتتون امروز ساعت 2:30 نصف شب به 6 میلیون و 600 رسید که موقع خرید بود و فکر میکنم که الان یه ضریبیات بالاتر هم دوباره بشه فروش کرد و از این نوسان بتونید استفاده های لازم را ببرید. خوب داره نوسان میده این رمز ارز و امیدوارم که همیشه پرسود باشید. ممنونم که برای من نظر می نویسید. لطف کنید نظراتتون را راجع به این ویدیو بنویسید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.